سلام وقتتون بخیر عزیزان، امید است جور صحتمند باشین. خوش آمدین به کانال روستیک. باز هم با یک ویدیوی جدید دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. دوستان عزیز، در این ویدیو در مورد 5 تا از تنظیمات ضروری و مهم یوتیوب صحبت میکنیم. اگر شما تا هنوز این تنظیمات را انجام ندادین، حتما انجامش بدین. این تنظیماتی است که به شما کمک میکنه تا کانالتون به زودی رشد کنه. خب عزیزان، قبل از آن که شروع کنیم، لطف نموده کانال روستیک کانال خودتون رو سابسکرایب کنین و آیکن زنگوله رو هم فعال بانین تا از جدیدترین ویدیوی ما با خبر شوین. دوستان، طبق معمول یوتیوب خود رو از گوگل باز کنین و صفحه موبایل خود رو حالت دسکتاپ بسازین تا یوتیوب همانند کامپیوتر در موبایل شما باز شود. بعد سر لوگوی کانال خود بزنین و داخل یوتیوب استودیو شوین. و حال سر این علامت سیتینگ کلیک کنین و اینجا بعضی تنظیماتی است که باید انجام بدهین. بالای گزینه چینل کلیک کنین. خب دوستان، یک سوالی را که خیلی ها زیاد پرسیدن این است که چینل یوتیوب ساختیم و موقعی که در سرچ میزنیم کانال ما در سرچ پیدا نمیشه، مشکل در چی است؟ خب عزیزان، دلیل اولش در این است که ویدیوهای شما کم میباشد. اگر شما ویدیوهای زیاد بسازین، رفته رفته کانال شما در سرچ نمایان میشود. و دلیل دومش این است که شما در اینجا لغتهای کلیدی مربوط به کانال و فعالیت شما میشود را اینجا ننوشتین. اول اسم کانال خود را اینجا بنویسین و بعد لغات یا جملات که بیشتر شما در یوتیوب همراهش سر و کار دارین اینجا بنویسین. به طور مثال، ما کارهای معمولا تکنیکی، آموزشی و تکنولوژی چیزا می باشد، زیادترین قسم جملات را نوشتم. اگر کانال ما را در سرچ بزنین، با آسانی میتونین پیدایش کنین. خب تنظیمات بعدی Advanced Setting است. یوتیوب در همین اواخر قوانین کوپا را اضافه کرده تا بتوانه ویدیوهایی که برای اطفال ساخته شده را تشخیص بده. اگر شما ویدیوهایتان مشخص برای اطفال است، خوب است که این گزینه Match for Kids را انتخاب کنید. و اگر فعالیت شما تنها برای اطفال نیست، گزینه Not Match for Kids را انتخاب کنید. اگر شما متوجه شده باشین، گزینه کامنت در کانال هایی که مربوط به اطفال است غیر فعال می باشد و ما نمی توانیم کامنت بدهیم، چون احتمال دارد بعضی ها کامنت های نادرست بنویسه و احتمال دارد برای اطفال زیان‌آور باشد. خوب از این قسمت شما می توانین انتخاب کنین تعداد سابسکرایبر شما به دیگران نشان داده شود یا پنهان باشد. از اینجا می توانین انتخابش کنین. و تنظیمات بعدی برندینگ است. از قسمت برندینگ میتوانین لوگو یا تکمه سابسکرایب را در قسمت پایین ویدیوی خود انتخاب کنین. زمانی که ویدیوهای ما در صفحه بزرگتر پلی میشه، این تکمه نشان داده میشود و از اینجا میتوانه بیننده شما به آسانی کانال شما را سابسکرایب کنه. خب تنظیمات بعدی از قسمت اپلود دیفالت است. در قسمت دیسکریپشن میتوانین بعضی چیزهایی را بنویسین که معمولا در دیسکریپشن همیشه مینویسین، مثلا لینک فیسبوک، اینستاگرام و بعضی جملات دیگر. اگر شما در این قسمت یک بار بنویسین، دیگر لازم نیست که در دیسکریپشن بار بار لینک فیسبوک، اینستاگرام، بعضی تکس و هشتگ را بنویسین. این به صورت اوتومات در دیسکریپشن شما اضافه می شود و کار ما را بسیار آسان می سازد. خب دوستان، این بود از چند تنظیمات مهم در یوتیوب. امید است این ویدیو برایتان مفید بوده باشد. اگر از ویدیو خوشتان آمد، یک لایک و سابسکرایب بزنین و اگر کدام سوالی داشتین، می توانین در قسمت کامنت و یا در صفحه اینستاگرام روستیک بفرستین. ما به زودترین وقت به شما جواب خواهیم داد. تا ویدیوی بعد، وقتتان خوش.